خب من امروز با آقای دکتر بهروز چمنارا صحبت میکنم. ایشون استاد زبانهای کردی دانشکده زبان و ادبیات دانشگاه کردستان بودند که میدونیم اخیرا بودن شهریور ماه امسال بود که در صفحات مجازی خودشون در واقع از عملا قطع همکاری و اخراج خودشون از دانشگاه کردستان به دلیل حمایت هایی که از دانشجویان داشتن خبر دادن. ایشون الان مدتی هست که به در آلمان هستند. ادامه فعالیت پژوهشی خودشون رو که قبل از ورود به ایران هم داشتن دارن انجام میدن در ماسی انستیتوی بین المللی کردستان شناسی آلمان. ایشون سالها قبل از ورود به ایران تا سال 95 مدیریت داشتن، پژوهش میکردن. از سال 95 به ایران با دعوتی که ازشون میشه تشریف میبرن برای تدریس زبان کردی در دانشگاه کردستان. ایشون مقالات متعددی دارن در همین رشته و جوایزی هم گرفتن در ایران البته، و البته جوایز بین المللی. آقای دکتر خیلی خوش آمدید، خیلی ممنونم از اینکه دعوت من رو پذیرفتید. خیلی ممنون از شما جمعی صبور، در خدمت شما هستم. خوشحالم که امروز در خدمتتون هستم. خواهش میکنم، خواهش میکنم. آقای دکتر، همونطور که من الان توی مقدمه گفتم، شما تا سال 1395 در آلمان تشریف داشتید و در کار پژوهشی روی موضوع زبانهای کردی بودید و البته در مؤسسه تحقیقات کردستان شناسی. یه مقدار از اون سابقه پژوهشی و آکادمیک خودتون در آلمان بفرمایید و برسیم به سال 95 که از شما دعوت میشه برای تدریس در دانشگاه کردستان. بله، من سال 77-78 بود که از دانشگاه، در واقع یک پذیرش گرفتم از دانشگاه جورج آگوست گوتینگن آلمان برای تحصیل در حوزه ایران شناسی از انستیتوی مطالعات ایران در دانشگاه جورج آگوست گوتینگن آلمان، و سال 88، شاید اواخر 88 بود که من دیگه مهاجرت کردم به آلمان مدرسه تحصیلی، و در سال 94 دفاع کردم از رساله دکتریم با عنوان شاهنامه کردی و دلالت‌های ادبی و مذهبی آن، و بعد از اون در واقع در سال 94 همین انستیتوی بین المللی مطالعات جوامع کردی در شهر گوتینگن آلمان رو به اتفاق چند نفر از دوستان آکادمیسیان تأسیس کردیم که مدیریت این انستیتو بر عهده من بوده تا به امروز، و الان هم، یعنی بعد از اینکه من ایران هم اومدم، هنوز کار انستیتو بیشتر از منظر اداریش با من بود. هر شوازتون که 94 بود که از دانشگاه کردستان تماسایی با من گرفتن که رشته زبان ادبیات کردی شروع به کار کرده در دانشگاه کردستان، اون هم بعد از کلی تأخیر، یعنی منهای این که از اوایل انقلاب قولهایی داده شده بود به کردستان و به نواحی مختلف در ایران در مورد حقوق زبانی و فرهنگیشون، و در سال 1382 مصوب شده بود در وزارت علوم و در سازمان سنجش که بتونن رشته زبان و ادبیات کردی رو در مقطع لیسانس بگیرن، متاسفانه به تأخیر افتاده بود و از 82 هی به هر حال درگیری های اداری و حقوقی اینها و پیگیری های همکارانم هم در دانشگاه کردستان و بعضی از نماینده ها و متعاقب اون، به هر حال در سال 94 به عنوان اولین دوره
اینا تونستن بگیرن، یعنی از 82 که مصوب شده تا 94 این دوستان من همکاران 14 سال منتظر موندن تا تونستن اولین دوره رو بگیرن. و موقعی که اولین دوره رو گرفتن در واقع استاد رسمی برای این رشته نبود، در واقع هر یک از این دوستانی که زحمت کشیده بودن بخششون از گروه زبان ادبیات فارسی بودن، گروه زبان ادبیات انگلیسی و گروه زبان ادبیات عربی، و خب وزارت علوم هم مکلف کرده بود که باید استاد متخصص خودش رو بتونن بگیرن وگرنه رشته رو پس میگیرن. و خب موقعی که به من رجوع شد به عنوان کسی که در واقع در انستیتوی مطالعات ایرانی بخش مطالعات کردی من خونده بودم، خب قبول کردم که یک میشه گفت رسالتی بود که اتفاق نیفتاده بود تا حالا، مسئولیتی بود که باید میپذیرفتیم. و من در واقع زندگی و کار آکادمیکم رو در آلمان رها کردم و به کردستان رفتم. خب کردستانم رشته زبان ادبیات کردی و به هر حال طرحی بود که یا سرفصل‌هایی بود که از سال 1382 مصوب شده بود و اینها خیلی قدیمی بود، به هر حال هم سرفصل‌ها و هم محتوای درسی ضعیف بود. ما نشستیم از نو کار رو یک بار بررسی کردیم به همراه همکارانم و محتوای درس رو، کل مجموعه لیسانس رو از نو بررسی کردیم و نوسازی کردیم در واقع. خب دیگه از همون موقع که ما به عنوان اولین استاد زبان و ادبیات کردی به شکل رسمی در دانشگاه استخدام شدیم، درگیری های امنیتی و بعضی از بد اخلاقی ها و حسادت ها شروع شد و عملا دیگه به جایی که ما در دانشگاه بشینیم فقط کار پژوهشی بکنیم و آموزشی، یه قسمت دیگه ای یه زائده به همون اضافه شد که در واقع اون نگرش های سیاسی امنیتی بود که باید همیشه حواسمون می بود سر کلاس یه حرفی می زنی یا می خواهی یه موضوعی رو طرح بکنی یا یک مثالی رو بیاری یا جواب یک سوالی رو بدی، احتمالاً پشت دیوار، پشت پنجره، پشت در کسایی هستن که نشستن و بعد از اون بازخواست خواهند کرد. و به حال ادامه ماجرا تا رسید به این که این سعادت نصیبمون شد که جزو مجموعه استادان اخراجی باشیم و الان هم که در خدمت شما هست. خیلی به اون بحث متاسفانه اخراجتون که بحث اصلیمون هم هست حتما میرسیم. قبلش فقط یه کوتاه برای این که اون ماجرا خیلی مفصله، یه کوتاه اشاره بفرمایید که در واقع همین مخالفت ها و ممانعت هایی که با تو میشه، چون این بحث هم در واقع مهم هست در حوزه اون گروه زبانهای کردی در دانشکده زبان ادبیات دانشگاه کردستان، چه ممانعت هایی هست، اگر یه اشاره کوتاهی بفرمایید بعدش وارد بحث بشیم. ببینید ممانعت های اونجا دو دست است. بخشی از ممانعت محصول نگرش های امنیتی صرف که حاکم بر دانشگاه شده و دانشگاه رو کلا تبدیل به پادگان کرده که توضیح خواهم داد. بخشیش هم برمیگرده به یک سنگر مقاومت نسبتاً افراطی در گفتمان کردی که هر کسی رو به راحتی راه نمیده. یعنی اگر چمنارای از خارج از در واقع اون بستر اجتماعی سیاسی موجود ورود بکنه به اون شهر و به دانشگاه یا به اون گفتمان اجتماعی سیاسی و محدودیت های اونها رو رعایت نکنه، مثلا سکوت نکنه، حرف بزنه، چون من خیلی مثلا در جریان اصلا نبودم نمیدونستم کجاها مینگذاری اصلا، ولی همینجوری بی هوا مثلا صحبت کردم یا برنامه رو اجرا کردم یا مثلا اگر چراغ قرمزی نشون دادن گوش نکردم، خب اون گفتمان رادیکال کردی میگفتن که حتما این وابسته به نظامه که میتونه اینجوری حرف بزنه، وگرنه چجوری میشه. در نتیجه اونها هم میزدن، یعنی در واقع من از دو سو معمولا چوب میخوردم، یک سو
امنیتی هایی که تمام فضا رو امنیتی میبینن، هیچ فضایی برای رهیافت های عقلانی، عقلایی، علمی، فرهنگی رو اصلا نمیبینن. تمام نور آسمان و زمین قرمزه و اینها باید همه چی رو اسکن بکنن و هیچ کسی در واقع در نظر اونها غیر مجرم نیست، فقط اینه که جرمتون حدودا اون حدی هست که بشه تحملش کرد یا نه. به خصوص که ما مثلا کردیم، به خصوص که کردستانه، به خصوص که احزاب کردی حضور دارن، تشکیلات اجتماعی که همدلی داره با بعضی از احزاب در خارج از کشور، اینها هست و به هر حال سیستم عصبی دستگاه امنیتی به شدت درگیر هست با این قضیه. کلامتون میام، خیلی معذرت میخوام. شما در یه مصاحبه ای داشتید با روزنامه شرق زمانی که احتمالا ایران بودید، نوشتید در توییتتون که یه جاهایی رو دوستان، البته مسئولیتش اینجا به خبرنگاران نیست، ویرایش کردن. خلاصه یه اشاراتی به فشارهایی که بر شما در همین دوران میاد میخوایم خیلی کوتاه اگر روایت بکنید، که یکی دو تا از ماجرایی که براتون پیش میاد در این حوزه رو ممنونتون میشم. ببینید، بس روزنامه شرق متفاوت تره. من اراده دارم خدمت دوستان خبرنگاری که اونجا هم زحمت کشیدن، ولی خب مجبوری هم خلاصه کردن هم چیزی که در روزنامه ایران بشه منتشر کرد دیگه. اما در واقع اینکه در شرایطی که ما کار کردیم، مثلا شما تصور بکنید یهو نشستید توی دفترتون، یکی دو نفر میان داخل با لباس هایی که تو دانشگاه خیلی مرسوم نیست، مثلا یه موهای عجق و عجقی و یه لباس هایی با مثلا مارک های خارجی که اگر من بپوشم حتما گیر میدن یا جوان ها رو حتما یه تذکری میدن بیرون، میان توی دفترتون و میگن که خب آقای دکتر خوش اومدیم به کردستان و فارسی صحبت میکنن و بعد میگن که خب میدونین که ما از چه نهادی میایم. من میگم نه، من چی میدونم از چه نهادی میایم. بعد میگه که خب ما از اداره اطلاعات هستیم و اومدیم که هم بهتون بگیم که باید مراقب باشین، چه کار بکنین چه کار نکنین، کیا اینجا حق دارن بیان، کیا حق ندارن بیان. جناب بعد به ورودتونه؟ بله بله، این بعد به وروده که ما با در واقع اولین کسان داریم روبرو میشیم. ولی موقعی که یه ذره جلوتر میریم دیگه میان گیر میدن به محتوای درسی که من دارم درس میدم، که شما سر این کلاس اینو گفتی و بیا اداره حراست. من رفتم اداره حراست، بفرمایید، میگن که خب بشینین الان چند نفر اومدن باهاتون صحبت میکنن. از بیرون دانشگاه، از بیرون از دانشگاه تشریف آوردن آقایون. یه اتاقی بغل اتاق حراست هست که مخصوص وزارت اطلاعات، نماینده خود اطلاعات اونجاست. بعد مثلا دو نفر سه نفر اومدن، چهار نفری اومدن، چون جلسات اینقدر زیاد بوده. حالا مثلا من یکیشون رو فقط میگم که حتی مثلا خود رئیس حراست رو هم راه ندادن به جلسه. بعد مثلا اونجا چهار ساعت، حالا مثلا من ساعت دو کلاس دارم، ساعت 11 تشریف آوردن، من ساعت 11 خدمتشون بودم، مثلا شده 12، شده 1، شده 2. میگم آقا من کلاس دارم، برم سر کلاسم. نه لازم نیست برین کلاس، این مهمتره. سر چی؟ سر اینکه شما چرا این رسم الخط رو دارید آموزش میدید و این تزیه طلبانه است و این علیه منافع ملیه و این علیه تمامیت ارضیه، این در واقع در راستای در واقع نگرش های احزاب تزیه طلبه، در صورتی که اصلا این شکلی نیست. این در واقع یک برداشت های کاملا غلطی که این بنده خداها چون ندیدن، چون نه دنیای باز رو دیدن، نه دانشگاهی بودن و نه میفهمن که اصلا علم این چاپ با چارچوب های بسته احزاب که اصلا رابطه ای نداره، اینها فشار می آوردن به ما که شما حق ندارین رو تدریس بکنید. حالا شما تصور بکنین که به شما بگن بیا ریاضی تدریس کن ولی حق نداری از ارقام و اعشار استفاده بکنی. خب من میگم عزیز من چجوری من میتونم تدریس بکنم؟ خب حالا مثلا چندین ساعت طول کشیده اون روز، بعد یه هفته دوباره برگشتن، 4-5 ساعت دیگه وقت منو گرفتن، در دانشگاه بازجویی کردن، بعد دوباره زنگ زدن آقا بیا ستاد خبری.
ما رفتیم ستاد خبری، اونجا هم کلی افراد دیگه باز بازجویی کردن. بازم با آخرش هم محتوا که رسم الخط و محتوای درسیتون اینا. مثلا در مورد محتوای درسی و رسم الخط من بیش از 20 ساعت بازجویی شدم، فقط در مورد رسم الخط و اینکه محتوای درسی. در مورد اینکه مثلا ممکنه از 200 نفر از دانشجوهای ما یه نفرشون نگرش های سیاسی داشته باشه یا بیرون مثلا فارغ التحصیل هم شده رفته بیرون و بعدا مثلا کاری کرده یا نکرده که من نمیدونم، ما رو بابتش مؤاخذه میکردن که شما دارین نیرو تربیت میکنین که بعد برن اون شکلی بشن. گفتیم باشه اگه این شکلیه، خب دانشگاه تهران که داره گروه حقوق و علوم سیاسی اینها که تولید میکنه خیلی هاشون الان بیرون رفتن، همون مثلا هم دوره های ما دفتر تحکیم وحدت همشون الان خارج کشور به عنوان اپوزیسیون هم. پس ببین دانشگاه تهران هم ببندیم، خیلیشون هم کرد بودن، خیلیشون هم کرد بودن. حالا منظورم اینه که این بنده خداها تیغ رو اصولا فقط برای جنگ میشناختن، برای جراحی نه، برای آرایش نه، برای چه باغبونی نه، فقط فقط برای اینکه کسی بکشی و اون کسی که قرار کشته بشه هم جمهوری اسلامی بود و سفره جمهوری اسلامی که برای کردستان پهن شده و ما داریم نمک نشناسی میکنیم بابتش. خب این مسائل بود و تا برسیم به در واقع مسئله جنبش ژینا. بله، من میخواستم این در واقع پرانتز رو باز بکنم. شما برای کسانی که برنامه رو میبینن، شما از سال 95 که در واقع دعوت میشید تا 97 بدون هیچ گونه قراردادی خدمت میکنید، احتمالاً یه بخشی از این بازجویی های هم که میشید به خاطر رسم الخط کردی که خیلی هم باید بهتون سخت گذشته باشه در همین تایم بوده. از سال 97 درخواست قرارداد میکنید تا امروز، یعنی تا سال 97 یه چیزی شبیه حق و تدریس بودید و اصلا هیچ گونه حقوق کاری رو بهتون تعلق ندادن. از 97 تازه شما این درخواست رو مطرح میکنید که در واقع قرارداد، یعنی قرارداد باهاتون بسته میشه و میرسیم به اتفاقا حالا جنبش ژینا که اینجا جالبه، اینجا جالبه همین بحث، چون خیلی هم نمیدونن در دانشگاه وضعیت استخدام در دانشگاه چجوریه، چه خبره. ممکنه که برداشت مثلا متفاوتی داشته باشن. یک خیلی کوتاه سعی میکنم اینو توضیح بدم. ببینید من استخدامم از طریق مثل ما بقیه افراد بود که در سامانه در واقع جذب هیئت علمی دانشگاه ها ثبت نام کردم به درخواست دوستان، چون مثلا نمیخواستم بیام اینا. ثبت نام کردم، پرونده فرستادم تهران، پرونده من رو دیده، بعد فرستادن کردستان، کردستان تقاضا کردن که مثلا برای جلسه مصاحبه بیا، یه بار مثلا آنلاین، یه بارم سفر کردم به ایران اون موقع و به شکل رسمی من استخدام شدم. به شکل رسمی هم در واقع در شهریور 95 از من تقاضا شده بود که بیام دانشگاه کردستان خودم معرفی بکنم و دیگه بیام سر کار. خب من هم موقعی که اومدم اونجا انتظار داشتم که الان میرم اونجا میگن بیا این قرارداد امضا کن، این نمونه قرارداد، این از اتاقت، این از وظایفت، به قول معروف چیزی که منطقیه دیگه. ما رفتیم اونجا و گفتن که خب یه ماه زود اومدی. گفتم خب من زود نیومدم، خودتون گفتی شهریور، منم 31 شهریور باید بیاید، منم اومدم. و گفتن نه حالا زوده، برو خونه تا ببینیم چی میشه. خب ما اونجا به هر حال گرفتار شدیم و یه ماهی وایسادیم. بعدش اومدیم، ترم شروع شده بود، به ما درس دادن و رفتیم سر کلاس و خب قراردادمون، آقا قرارداد هنوز نیست، حالا شما تازه اومدی، یکم وایس، کلی افراد تو صفن. این تو صفن یواشواش دیدیم که بابا اصلا فضا در ایران به یه شکل دیگه است، یعنی اینکه از بس افراد متقاضی کار برای عضویت در هیئت علمی هستن که هر اجحافی رو دارن قبول میکنن و حرف هم نمیزنن چون شانس دیگه ای ندارن. مثلا اگه دانشگاه بهشون بگه 10 سال هم بهتون حقوق نمیدیم و قراردادم ندارید، خیلی هستن میگن آقا دستتون هم درد نکنه، میخوای یه پولی هم بهتون بدیم مثلا من فقط بمونم. و خب من رفتم اعتراض کردم که آقا من قراردادم میخوام، اگر نه میره.
گفتن که آقا قراردادی به این شکلی نیست، ما تقاضا کردیم نامه‌تو فرستادیم تهران، تهران باید ردیف استخدامی بفرستن، بعد ردیف استخدامی که اومد دانشگاه اون ردیف رو به شما بده، اون موقع شما میشین مستخدم دولت و به این شکل. حالا ردیف نیست، کی میاد نمیدونیم. خب توی این اسنا من هی داشتم دعوا میکردم، در واقع هر روز ما مشاجره داشتیم با دانشگاه. دانشگاه اومد یک کلا شرعی درست کرد، هم برای من هم برای سیستم مالی خودش. میگن که آقا ما به جای اینکه چون ردیف نداریم، دستمون بسته است، دست ما هم نیست، وگرنه همین الان قرارداد میدیم باید از تهران بیاد، ما میایم یک قرارداد پژوهشی بهتون میدیم، شما مثلا یه همکار پژوهشی بشو، بعد ما معادل حقوق یک هیئت علمی مثلا سال اول بهتون میدیم، ولی دیگه سنوات توش نیست، نمیدونم بیمه توش نیست، کلی به حال اون تسهیلاتی که از منظر قانون کار باید به من تعلق میگرفت دیگه توش نه. خب چون خیلی کسای دیگه هم تو دانشکده ما مثل من بودن، دردش دیگه یک کمی عادی تر میشد و من به حال پیگیری کارم از شهریور 95 تا آبان مهر 97 طول کشید و بعد از اون دیگه رسما یه قرارداد پیمانی دادن به ما. قرارداد پیمانی هم چیه؟ قرارداد پیمانی مشروطه، یعنی اگه دانشگاه هم مثل همین الان یک سال قرارداد رو دوباره تمدید نکنه شما دیگه رفتی. اما برای اینکه شما تبدیل وضعیت بشید باید نهادهای امنیتی از نو بررسی بکنن، باید پرونده آموزشی داشته باشی، پرونده پژوهشی، پرونده اداری داره و پرونده فرهنگی، کلی افراد باید در مورد شما نظر بدن تا اینکه شما فقط تبدیل وضعیت بشید. که من پرونده رو دادم، تبدیل وضعیتم از منظر علمی و پژوهشی اینا همش امتیازهای بالاتری هم حتی داشتم، ولی دیگه نامه رسمی وزارت اطلاعات که همون نامه دادم به دانشگاه. آقای دکتر اگه اجازه بفرمایید می‌خواستم اینو برسم، فقط خیلی ممنون که اشاره کردید. این وضعیت پیچیده و عجیب غریبی که از ورود استاد به دانشگاه تا لطف بکنن باهاش قرارداد رو ببندن، از چه در واقع پیچ و خمهای دانشگاهی و غیر دانشگاهی و اطلاعاتی باید رد بشه، بعد تازه قرارداد پیمانی باهاش بسته بشه و بعد از این میگن خب شما الان چند سال، مثلا 5 سال پیمانی هستید، باید پرونده پژوهشی شما، پرونده آموزشی شما تایید بشه، ضمناً مهمتر از همه صلاحیت عمومی شما. با صلاحیت عمومی شما الان کار داریم، با صلاحیت عمومی شما دستگاه اطلاعاتی که خیلی مستقیم میگن موافقت بکنه و بعد شما میشید استاد دانشگاهی که دیگه اینجا استخدام در واقع رسمی هستید و نه هنوز بعد از این 7 خانه اول آزمایشی هستید، چون رسمی هنوز بل. بله. بعد جالب اینه که در این پروسه شما باید در ضیافت های اندیشه شرکت بکنید. ضیافت اندیشه چیه؟ در واقع دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم در دانشگاه ها استادا رو ملزم میکنه به اینکه برن در پای منبرهای روحانیونشون بشینن و اون در واقع وحدت حوزه دانشگاه که میگن اینجا داره کار میکنه، که اساتید حوزه بیان استادای دانشگاه رو به راه راست اول هدایت بکنن، بعد شما برید اونجا امتیاز جمع بکنید، یعنی چند تا جلسه برید، بعضی هاشون میبرن مشهد مثلا، بعضی ها میبرن تهران جاهای دیگه، شرکت بکنید و بابت شرکت در اون دوره ها گواهی دریافت بکنید، بعد از اون اونها براتون امضا بکنن که برای شما حق تبدیل وضعیت دارید. خب این تازه چی؟ تازه شما از تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی آزمایشی میشید. رسمی آزمایشی میشید بعد از دوره دیگه، بعد از اون تازه به رسمی دوباره همین شکلی رو از نو داره. حالا جالب اینه که سری های قبل، یعنی تا سالیان قبل، تمام این پروسه توی دانشگاه اتفاق میافتاد، ولی تو این چند سال میشه که وزارت اطلاعات ورود شدید کرده که میگه من باید بگم، و اخیراً هم بعد از این در واقع جنبش جینا یک تفسیر دیگه هم اضافه شده که نهادهایی که باید ازشون استعلام گرفته بشه رو افزایش دادن،
یعنی الان باید هم از واجا که وزارت اطلاعات و هم از سپاه یعنی سازمان اطلاعات سپاه هم باید استعلام بشه و نظر اونها رو هم بگیرن. و این منهای این که نهاد خود اداره کل حراست استان خودش کارش رو انجام میده و خودش نماینده میفرسته و میرن در خونه و مسجد و همسایه رو هم میپرسن و همه چی. به هر حال یه پروسه بسیار پیچیده و شدید و تحقیر آمیز هست که یک استاد دانشگاه رو اینقدر در قید و بند قرار میده که اکثرا اینقدر مجبورن سکوت بکنن تا از این هفت خان و از این لولو خورخوره عبور بکنن و گازشون نگیره، بله که بعدا یهو میبینن مثلا 7-8 سال 10 سال گذشته و اینقدر ظلم دیدن و هیچی نگفتن که دیگه زشته، یعنی در واقع راه زیادی رو با پای پیاده رفتن، دیگه نمیشه برگشت و نمیشه همونجور ادامه داد. در نتیجه خودخوری های داخلی شکل میگیره و اینها به هر حال عموم استادان ما الان معترضن ولی کاری دیگه از دستشون بر نمیاد. از دستشون بر نمیاد. خیلی عالی روند رو توصیف کردید. تمام این روند رو شما تا سال 97 و بعد 1401 که این دفعه باید تبدیل وضعیت بشین، امتیازات رو به قول خودتون باید کسب بکنید، در همایش ها، در امتحاناتی که میگیرن شرکت بکنید. سال 1401 در اوج جنبش ژینا در واقع این درخواست رو شما میکنید. فکر میکنم قبلش بازداشت شده بودید، درسته؟ بله، من آذر پارسال بازداشت شدم و چون همون پارسال 5 سالم تموم میشد باید تقاضا میدادم، یعنی تقاضا نمیدادم طبق قانون به حال برخورد میکردم، میتونستم به قول معروف کلن دیگه درس ندن منو اخراج بکنن، و چون این مصادف بود با هم جان بفرمایید. مصاحبه میکنم من همش تو نشیدم، عرض کردم خواستم اینو بپرسم. پس در واقع درخواست تبدیل وضعیت بعد از اینه. سوم آذر شما در یک روایتی که کردید، سوم آذر پارسال طبعا، خب الان هم یه شمعیش رو گفتید، برای اینکه در کردستان در دانشگاه دارید کار پژوهشی میکنید، مؤسسه پژوهشی دارید و استاد زبان کردی هستید، مثل اینکه رفت آمدها تو خود سال 1401 با این مسئول تا با اون مسئول ادامه داره. اونجوری که من روایت رو خوندم، سوم آذر 1401 شما از دیدار با یک مقام در استانداری دارید برمیگردید منزل در جاده، جلوی شما رو میگیرن، شما فکر میکنید، شما میگید که دارید بازداشت هم میکنید، حکمتون کو؟ میگن نه ما بازداشت نمیکنیم، داریم میبریم دیدار یک مقام دانشگاهی اگر اشتباه نکنم. نه، مقام های اداره اطلاعات گفتن، مقام های وزارت اطلاعات تشریف میبرید اونجا، بعد دیگه لباس زندان. اینو اول به زحمت برام میگی اصلا چی شد؟ خب ببینید این در آبان و آذر اون دیداره با معاونت استانداری اگر اشتباه نکنم سر چی بود؟ بعد من عضو شورای صنفی استادان دانشگاه کردستان بودم و یکی از کسایی که شورای صنفی دانشگاه کردستان رو تأسیس کرد، یعنی دو نفر بودیم با هم و بعد جماعتی از دوستان تأسیس کردیم، این حساسیت سر ما بود و من چون خودم عضو شورای صنفی بودم، وقتی که در آبان پارسال به بچه ها حمله کردن و بعد بچه ها در واقع خوابگاه ها رو داشتن ترک می کردن و در واقع فشار خیلی زیادی روی دانشگاه بود، من یک پیامی دادم به استادان دانشگاه، این اولین دخالت من بود تو این وضعیت، یه پیامی توی یک گروهی داریم در دانشگاه کردستان، گروه تلگرامی مخصوص استادان هست، اونجا پیام دادم که آقا من ساعت 8:45 دقیقه شب میرم به سمت خوابگاه های دانشجویی، چون ترسیدن و دارن اتاقاشون رو میبندن، کمدها رو جلوی درم میذارن و میگن که امشب بهشون حمله میشه، با رئیس دانشگاه تماس گرفتیم، با دوستان دیگه تماس گرفتیم، هیچکی نمیدونه که این اتفاق قرار بیفته یا نه و هیچکی هیچ اطمینانی نمیده، من امشب خودم میخوام برم اونجا، خودم بین بچه ها میخوام باشم که بچه ها نترسن، به هر حال امانت خانواده ها دست ما هستن و خانواده ما هستن،
هر کی میخواد تشریف بیاره 8:45 دقیقه در سازمان مرکزی. خب نزدیک به 100 نفر از استادان همون شب توی فاصله کمتر از یک ساعت اومدن و ما به خوابگاه ها رفتیم، سر زدیم، خوابگاه پسران و دختران رو اطمینان دادیم که ما اونجا شب تا صبح خواهیم بود و نخواهیم گذاشت کسی تعرض بکنه. و در واقع صبحش، یعنی شب تا دیر وقت بیرون بودیم توی دانشگاه، صبحش اول وقت هم جلسه داشتیم با رئیس دانشگاه. در این اثنایی که داشت این اتفاقا میافتاد، رئیس فشار زیادی روی سرش بود و اداره حراست هم در این سناریوهایی بازی میکرد که رئیس دانشگاه فکر میکرد واقعی هستند، در صورتی که در هماهنگی کامل با نهادهای خارج از دانشگاه بود و اینا داشتن دانشگاه رو به اغتشاش میکشوندن. این چی؟ یعنی اینکه حراست با ما میگفت که من خودم هم میخواستم دیروز بیان بازداشت هم کنن، منو ببرن، من نمیدونم کیم. این رئیس حراست میگفت. بعد توی جماعت دانشجوهایی که مثلا داشتن تظاهرات میکردن و شعار میدادن توی دانشگاه، جوانهایی بودن که اینها رو مثلا بازداشت کرده بودن، حراست اینا رو گرفته بود، اینها مثلا چیزی شکنده بودن، آتیش زده بودن یا فوش داده بودن. اینها رو بعد دیدیم که دانشجو اصلا نبودن، اینا امنیتیایی بودن که اومدن تو جمع دانشجوها و اینا رو خودشون تو جلسات میگفتن. یعنی همه همکاران من میدونن، چیزی نیست که من الان برای اولین بار اینو بگم. خب ما دیدیم که حراست نمیتونه کنترل بکنه، دانشجوها هم دارن صدمه میبینن و در واقع نهادهای امنیتی بیرون هم دارن مسلحانه به دانشگاه شلیک میکنن، ساچمه میزنن زده، بله، از یعنی لوله‌هاشون توی روی سر دیوار دانشگاه گذاشته بودن، محاصره کرده بودن. منم توی کوی استادم توی دانشگاه شب نیم از آبان، از اوایل آبان بود، یعنی از مهر شروع شده بود. نیروی لباس شخصی هم اومده بود تو، بله، نیروی لباس شخصی که تو بودن توی کوی استادان اصلا میومدن رژه میرفتن، اصلا کسی جرئت نمیکرد چون هر کسی میده میبردن. و خب دانشجوهای زیادی رو زدن. مثلا من اون روزی چون دانشکده ما مشرف هست بر مسجد و یک در واقع پارکینگ بزرگی که رو به در جنوبی دانشگاه میره، بهش میگن در قریان، از اونجا دانشجو داشتن اعتراض میکردن، این رو محاصره کردن از تمام اطراف و شروع کردن مستقیم زدن. مثلا هر ساچمه چند هزار تا ازش میپره بیرون و سر و صورتشون، مثلا دختری رو میدیدم که کامل از جلو خورده بود، کل بدنش و رون و سینه و صورتش رو کامل خورده بود، جمع شده بود، کامل سوخته بود. یا مثلا از پشت زده بودن چندین نفر رو، خیلی از بچه ها اینقدر ترسیده بودن، شوکه شده بودن، اصلا شوک عصبی افتاده بودن. یعنی موقعی که ما زنگ زدیم به آمبولانس و آمبولانس اومد تو، خیلی از دانشجوها فکر میکردن که ما میخوایم بچه ها رو تو آمبولانس ببریم تحویل امنیتی ها بدیم، که اصلا نمیذاشتن ما نزدیک بشیم بهشون. فضا خیلی خیلی به هم ریخته و بعد به هر حال به شکلی که نظرت این فضا چند ساعت طول میکشه؟ چند روز. چند روز؟ بله، ما هفته ها درگیر این وضعیت بودیم. یعنی حداقل سه بار مثلا از ظهر تا شب بچه ها در محاصره بودن، زدن، ما خودمونم توشون بودیم، از همکارانمونم زخمی شدن، معاون دانشگاه ساشمه تو حلقش شد، یا مثلا همکار من تو چشمش خورد، یکی دو نفر چشمشون تخلیه شد در زمان قبلی دانشگاه. بله، اون همون زمانی بود که قبل از اینکه من بازداشت بشم، یعنی 10 روز قبل از اینکه من بازداشت بشم، دوره بود که رئیس قبلی دیگه داشت با تهران بیشتر چیز میکرد، آماده شد میکرد و در صدد این بود که بره و رئیس جدید رو میخواستن بیارن و ما نمیدونستیم چه خبره. و در یه روز این اتفاق افتاد و همون روزی بود که دانشگاه رو بدجور زدن. یعنی در واقع نیروهای یگان ویژه دانشگاه علوم پزشکی رو کامل به خاک و خون کشیدن. ما به عنوان شورای صنفی هفته قبلش تحسن اعلام کردیم، اول بیانیه دادیم، گفتیم که با مردم گفتگو بکنید، این کار رو نکنید، هیچ اتفاقی نیفتاد. ادامه دادم از طریق مجاری که داشتیم، آشنایی که داشتیم، پیام دادیم به استانداری، به اداره اطلاعات که آقا این کار رو نکنید و بیاید دانشگاه صحبت بکنیم، یا بذارید ما بیایم و از این فضای به حال آدم کشی بیایم بیرون، این به نفع هیچ کی نیست. ولی هیچ جوابی نیومد. یعنی سه بار با ساچمه
از بیرون به شما به دانشجو تو فضای دانشگاه هم نه فقط خوابگاه شلیک میکنن و البته دست کم سه بار نیروی لباس شخصی میاد تو. خب این حراستی ها بچه کار لباس میکنن. شخصی همیشه حضور داشت، لباس شخصی در تمام اون یکی دو ماهی که بچه ها تظاهرات میکردن، اینها با ماشین های اداره اطلاعات توی دانشگاه باهاشون میچرخیدن، به نام عکس حراست میگرفتن. هم نیست. نخیر نخیر، اداره خب حراست که کارمند خودش رو داره بود، مدیر خودش رو داره روی بود. جدید حراستی در طی اعتراضات حراست های دانشگاه آوردن ولی اینا اونا بله، نمیدن. نخیر نخیر. خب و عرض شد روشون که تو این دوره تعداد دوربین های دانشگاه به شکل خیلی عجیبی یهو جهشی افزایش پیدا کرد. یه مرکزی داشتن به اسم مرکز پایش شهید سلیمانی. این حمله چون خیلی مهمه کمتر هم خیلی معذرت میخوام میان کلمتون بدم، این حمله رو اگر بازی زمانیشو چند روز طول کشید واکنش ها چه بود، یه مقدار صحنه رو برای ما تشریح بفرمایید، نه خیلی برام مهم شد. خواهش میکنم. ببینید، ما متاسف، کاش من میدونستم، توی تقویمم نگاه میکردم چون یادداشت کردم همه اینا رو احتمالا که تو اخبار روزش رو به شکل دقیق براتون بگم. حالا میتونم بفرستم، چند تا عکس هم دارم، حتی عکسایی که گرفتیم از گلوله هایی که شلیک، از پوکه هایی که اونجا مونده، یا مثلا اون لحظاتی که بچه ها رو میزدن، من روی هارد هام دارم، میتونم بفرستم شما اگر خواستید بعدا اینها رو در کنارش بذارید. ببینید چه وضعی بوده، یعنی واقعا اون وضعی که میگن ما الان داریم میبینیم بین غزه و مثلا اسرائیلی ها، اونجور چیز رو ما اونجور داشتیم میدیم، یعنی دود تو کل آسمون، چشما کاملا گریان، همه یه جایشون داره خون میریزه، نگهبان های بیچاره دانشگاه که مثلا اون بین دانشگاه و در بودن که پشتش میشد نیروهای یگان و ویژه، همه خونی. اصلا هیچی دیگه، ما هیچ راهی نداشتیم، نه راه گفتگو داشتیم، نه میتونستیم بچه ها رو راضی بکنیم و نه بچه هایی که زخمی شده بودن، درد کشیده بودن، یه عضوی رو از دست داده بودن، دیگه حاضر بودن کوتاه بیان و فضای شهر هم خیلی ملتهب بود. و این که عرض میکنم هفته ها این در واقع باروت و این شلیک های اشکاور و تهوعاور اینا به سمت دانشگاه بود، ولی تو سه مقطع در آبان خیلی شدید شد که منجر شد به اولین تحصن ما. فکر میکنم 26 یا 27 آبان بود که ما تحصن اولمون رو برگزار کردیم استادم. و این تحصن ما هم در واقع برای پرهیز از خشونت بود. یعنی ما گفتیم که آقا خشونت رو کنار بذارید، بیایید، ما اینجا دانشگاه است، بیایید گفتگو کنیم و بیایید اگر میتونید کاری رو تغییر رو ایجاد بکنید، اگر نمیتونید استعفا بدید، بیاید توضیح بدید. خب تحصن اول ما که برگزار شد، روز اول دو روزه بود، برای روز دومش چند نفر از همکاری ما رو بازداشت کردن استاد. بله، دو نفر از همکاری ما رو بازداشت کردن. جالب اینه که تحصن اول ما با انتخابات شورای سنفی استادانمون مصادف شد، اصلش انتخابات بود و ما دیگه تیممون عوض شد. حالا مدیریت، یعنی در واقع مدیریت که چی عرض کنم، بیانیه خوندن و جمع کردن استادا و اینها عموما با من بود. در نتیجه به قول امنیتی ها نقش لیدری دانشگاه که اونا میگفتن حالا دانشجوها هم همه از تو خط گرفتن، در صورتی که من آلمان بودم، اصلا اونجا شلوغی شده بود. اینجا مثلا من سپتامبر که کنفرانس بودم، آلمان بودم که اصلا ژینا رو کشته بودن، بعد من بعد از 7 مهر رفتم که دانشجو اصلا شروع کرده بودن به اعتراضات، بعد دانشگاه یه 2 ماهی تعلیق عمومی بود، یعنی اینکه کلاس برگزار نمیشد، دانشجوها اعتراض میکردن، اعتراضشون به شکلی بود که اگه کسی کلاس میرفت بهش در واقع اعتراض میکردن، برای بعضی از استادایی که کلاس رو اجباری کرده بودن برگزار میکردن ساندیس میبردن. و خب بین دانشجوها هم قطبی شدگی اتفاق افتاده بود، یه گروهی که میگفتن آقا فایده نداره بریم کلاس، یه گروهی که میگفتن آقا چرا میرید کلاس، مثلا همه خون ریخته شده، شما میخواد برید کلاس چی ثابت بکنه. خب چیزی که من در جلساتم میگفتم و در کلاس هم بعضا میومدن بچه ها صحبت میکردیم این بود که اعتراض حق قانونیه، اعتراض با فضیلتش معنا پیدا میکنه و اعتراض باید در واقع هدفمند هم باشه، یعنی یه چیزی رو تغییر
به احسن بده، ما چیزی رو خراب نکنیم و خرابتر بشه. خب این بود که در واقع بعد از تحسن دوم ما و اینکه افراد همکار ما رو بازداشت کردن، ما دیگه جدیتر شدیم، رفتیم تحسن در جلوی سازمان مرکز دانشگاه کردیم و رئیس جدید که اومد، چشم میام خدمتون، رئیس جدید که اومد در واقع اینا دیگه سعی کردن ما خودمون رو بازداشت بکنن و دیگه رئیس با ما صحبت کرد که آقا دادسرا شما رو میخواد. در خدمتتون. خواهش میکنم. آقای قادری. به آقای قادرزاده. آقای قادرزاده. میخواستم لطف بفرمایید اسم سه استاد بازداشتی رو و نحوه بازداشتشون رو خیلی کوتاه اگر بفرمایید. یعنی تو خونهشون بودن، دم راه دانشگاه بودن، رشتهشون همون شب که ما عصرش از ساعت 8 تا ساعت 12:01 شب هم انتخابات داشتیم، هم یه همفکری عمومی میخواستیم بکنیم که چیکار بکنیم با وضعیت وخیم دانشگاه، ساعت 1 شب که جلسه تموم شد، بین اونایی که رفته بودن یک نفرشون که رأی اول انتخابات استاد رو آورد، آقای دکتر خلیل غلامی رو همون دم در دانشگاه بازداشت کرد. همون شب. چون اصلا نیروی اطلاعاتی اونطوری که گفتید توی دانشگاهه، با هم توی دانشگاه هم بیرون، کلن اصلا بیرون که کابل محاصره است. تمام فعالیت های شما جلو علاوه بر اون حراست، علاوه بر دوربین، شما نیروی اطلاعاتی جلوتونه؟ نیروی اون شب ما نیروی اطلاعاتی رو تشخیص نمیدادیم کیه، چون همه استادان بودن، ولی بین استادای خودمون هم افرادی که وابسته بودن بهشون بود. منهای اون توی اون سالونی که بودیم دوربین مستقیم داره که وصل به اداره حراست و هم میشنون و هم میبینن. ما میدونستیم، ما هم کار عجیب غریبی نکردیم، ما اومدیم گفتیم آقا دوستان جامعه شناسمون بیان به ما بگن که یه توصیفی بکنن از وضعیت، ما تو چه وضعیتی هستیم. اومدن صحبت کردن. دوستان حقوقی بیان آقا به ما بگن که چطور میشه کرد که ما جلوگیری کنیم از ریختن خون بچه ها و چطور میشه کرد. هر کسی به هر حال از جنبه اومد صحبت کرد و ما نظر عمومی استادا رو گرفتیم. من مدیریت میکردم، روی یه بردی همین نوشتیم که آقا ما چیکار بکنیم، و در نتیجه به این نتیجه رسیدیم که ما یه کمپینی رو اعلام بکنیم به اسم کمپین نه به خشونت برای تمام اطراف. و خب اینو به چند زبان هم روز بعدش اومدیم گفتیم، یکی به عربی گفت، یکی به فارسی، یکی به انگلیسی، یکی به فرانسه و آلمانی، اینها که آقا اولا تجزیه طلب که داریم به ما میچسبن ما نیستیم، یک. دو، ما اختشاشگری که شما دارید میگید نیستیم، ما اعتراض داریم به وضعیتی و شما دارید وضعیت استثنایی رو بر ما تحمیل میکنید، در صورتی که وضعیت استثنایی رو باید مجلس بیاد بگه. مثلا وضعیت جنگیه، اینترنت رو قطع میکنیم. شما به چه اجازه دارید اینترنت رو قطع میکنید؟ این علیه حقوق بشر و علیه قانون اساسیه. شمایی که مثلا رادیو تلویزیون رو یا اخبار رو یا تلفن‌ها رو داری مختل می‌کنی، این علیه قانون اساسی، یعنی یک کودتایی علیه قانون اساسی اتفاق افتاده. اینو من اونجا گفتم. خب و یکی دیگه از همکارامون آقای دکتر جمیل بهرامی که اون روز در تحسن، یعنی روز اول، شعار زن زندگی آزادی رو داد و با هم شعار رو تکرار کردیم، صبح روز بعد که ساعت 8 و شبش همکار دیگه اون بازار شده، ساعت 8 صبح که به سمت دانشگاه میان با پسرشون، جلوشون رو میگیرن و بازداشت میشن. استاد دیگه رو اسمشون رو فرمودین؟ دکتر جمیل بهرامی. نه، روز اول تحسن با ما بود، روز دومش بازداشت شده. استاد دیگه رو هم که بازداشت کرده بودن؟ آقای دکتر خلیل غلامی، ایشون همون نفر اول انتخابات که بیشترین آرا رو هم آورده بود. آدم بسیار خوشفکر، منتقدی منصف. مسیر دانشگاه به خانه. بله، ایشون رو شب مثلا مثل این اونایی که میخوان با هلیکوپتر و 100 تا ماشین دورشون میگیرن، مثلا دورشون رو گرفته بودن با 100 تا ماشین و با اسلحه و به یه شکلی که خیلی ایشون واقعا آسیب دیده بودن روحی، بازداشت شدن. البته خب بازداشت هر دوی ایشون بیشتر از 24 ساعت نبود خوشبختانه، چون ما مقاومت کردیم و فشار آوردیم به دانشگاه و به نهاد امنیتی. و بعد از اینکه ایشون آزاد شدن دیگه به ما گفتن که آقا دادسرا شما رو میخواد. منم گفتم که آقا دادسرا اگه منو میخواد یه نامه‌ای کتن بفرسته، من خودم معرفی میکنم. خب ما که هستیم در خدمتشون. خب این کارو نکردم. روز دوشنبه است احتمالاً دارم این حرفو میزنم، قبل از 3 آذر، و چون اسم چند نفر دیگه از استادا رو آورده بودن که به هر حال
خانواده‌اش اونجا بود، چون من خانواده‌ام آلمان بود، من گفتم خب من میرم ببینم چی میگم، میخوام بازداشتم بکنم، در خدمتشون هست. ما که کاری نکردیم. خب من رفتم دادسرا، نوشتم توی یه گروه همکارانمون که آقا من خودم بدون حکم، بدون نامه رسمی دارم میرم دادسرا. رفتم دادسرا، گروهی از استادام لطف کردن با من اومدن، مشایعت کردن، ما رفتیم دادسرا. قاضی دادسرا اومد گفت که آقا شما چرا رفتی استوری کردی که اومدی اینجا؟ گفتم من چیزی استوری نکردم. خب نمیدونستم در مورد چی هم حرف میزنم، راست چه بخوام. و ارشدتون گفت نه آقا الان لازم نیست اومدید، چیزی هم نیست، من میخواستم خودم باهاتون حرف بزنم، سر فرصت خودم بهتون زنگ میزنم و میاد. خب چهارشنبهش تموم شد، پنجشنبهش تموم شد، جمعه ظهر به من زنگ زدن از استانداری، گفتن آقا معاون سیاسی امنیتی استاندار میخواد باهاتون صحبت بکنه خصوصی، میتونید بیاد استانداری؟ منم گفتم با کمال میل، ما همیشه گفتیم اونا بیان، نیومدن ما میایم. خب منم استانداری رفتم و ساعت 16:00 قرار گذاشتیم، یه روز بارانی هم بود، بله همون روزی که دیگه هستش که من تا 11 شب اونجا بودم. من اونجا نقد کردم مشکلاتی که بود، اینکه تجاوز شده به دانشگاه، اینکه ماشینای مردم رو بیرون میزنن، اینکه ترافیکی که ایجاد میشه رو نیروهای لباس شخصی و باتون به دستان میزنن ماشینای مردم رو، یه نفر که بوق میزنه، برادر یکی از همکارای ما پشت فرمان توی وسط شهر بوق زده بود توی پراید، زدن تو سرش و کشتنش جلوی چشم مردم. خب من اینا رو بهشون گفتم و آقای معاون سیاسی امنیت استاندار هم خیلیش رو پذیرفت، گفت آقا ما هم کار از دستمون رفته، واقعا این چیزی که میگین رو من اقرار میکنم هست، من هم برخورد کردم و میکنیم، ولی فضا از دست رفته، باید کمک کنیم که فضا آروم بشه. و حالا یه سری قول و وعد و وعیدها دادن و نقدهایی هم داشتن، مثلا به ما که برای شما چرا این کارو نکردین، چرا اون کارو نکردین، و بیشتر در واقع چرا این کار رو نکردیم به ما میگفتن، ولی ما کاری نکرده بودیم که چرا این کار کرد. ساعت 11:30 شب با ماشین خودشون و راندشون منو رسوندن تا جایی در مرکز شهر و من شامی رو که خوردم و حرکت کردم به سمت کوی استادان در دانشگاه، بین راه جلوی ماشین منو گرفتن یه پرشیای سفید با 3 نفر که توش نشسته بودن. شهر سنندج دقیقا وسط شهر، دقیقا میدون اقبال بهش میگیم، میدون آزادی، به سمت دانشگاه کمتر از 4-5 کیلومتره. به محض اینکه حرکت کردم دیدم البته پشت سرم بودن، یهو سبقه گرفتن و دستش نشون داد که وایس، یعنی در قیچی کرد من رو. من که میدونستم جریان چیه قشنگ پارک کردم کنار، اومدم پایین و کلیدم آوردم و اون بنده خدایی که اومد گفت که شما چمنارا هستین، گفتم خب شما میدونین جلوی کیو گرفتین، چی میخواین؟ گفتش که شما باید به ما بیاین. من گفتم بازداشتم، گفتش نه بازداشت نیستی. چون گفتم حکمی چیزی؟ گفت نه آقای دکتر، شما آقای فلانی و فلانی از اداره اطلاعات رو میشناسین؟ گفتم بله، چون قبلا بازجویی رفته بودم میشناختمش. گفتش که همونو الان میخوان باهاتون صحبت بکنن، ضروریه، میریم اونجا یکی 2 ساعت و بعدش تشریف میبریم. من گفتم باشه. تازه ماشین شخصی بود؟ ماشین پرشه شخصی بود. بعد یه چیز جالبتر که بگم خدمتون، اینا جلوی در دانشگاه مرتب دانشگاه رو با ماشین شخصی میگرفتن، مثلا 3-4 تا ماشین وا میساد یهو میگرفتن کلت در میآوردن که آی پلیس پلیس رو میبردن، معلوم نبود کی به کیه. آقای دکتر خیلی عذرخواهی میکنم، چون اتفاقا به دانشگاه هم اشاره کردیم، من هنوز میخوام اون صحنه نیروهای امنیتی توی دانشگاه، فکر میکنم خیلی کم بازتابش داده شده. خیلی خوشحالم که شما دارید زحمت میکشید این مسئله رو باز میکنید، شاید مثلا در یکی دوتا کانال اومده باشه. برای همین یه مقدار در یکی دوتا سوال که کوتاه لطفا جواب بدید، میخوام یه مقدار شفافش بکنم. نیروهای اطلاعاتی که میان و میرن کاملا با ماشین هم میان، همه هم میدونن که اطلاعاتیان، اولا حراست چه کار میکنه؟ من تا جایی که یادمه نیرو در واقع خدمه دانشگاه، اساتید از ریاست قبلی نسبتا راضی بودن، ولی این با این رژه نیروی امنیتی توی دانشگاه، اون هم به مدت نمیدونم گفتید از مهر تا آبان هر روز اونجا بودن، حراست چه کار داره میکنه؟
رئیس دانشگاه داره چه کار میکنه، معاونت ها. ببینید، واقعیت اینه که در دوره ریاست قبلی همین وضعیت بود. فقط ریاست قبلی تمایز فکری خودش رو با اونها اعلام میکرد، در نتیجه حمایت عمومی رو با خودش داشت. خب ولی برای رئیس اینها چه اتفاق میفته؟ جناب نیروها که همینطوری، یعنی همینطوری در رئیس دانشگاه بهش فشار آوردن، بهش گفتن که دفتر کناریت رو ما میخواییم برای وزارت اطلاعات، و ده تو همون طبقه خودش دفتر کنار خودش رو گرفتن از قبل. از قبل بعد طبقه زیر حوزه ریاست که اداره حراست اونجاست، توی اداره حراست دفتر رئیس حراست رو داریم، دفتر معاونش داریم، بینشون دفتر نماینده اداره کل اطلاعاته. همه هم میدونن، همه رو میبرن اونجا بازجویی. اصلا حراست عملا فکر کنم تو این حراست فضا قبلا نماینده وزارت اطلاعات در دانشگاه ها بود، میدونن. الان به خودش هم اطمینان ندارن، خود وزارت اطلاعات اومد تو دانشگاه. یعنی در طی این یکی دو ماه که مثلا میفرمایید که حداقل سه بار هم حمله به خوابگاه، اینا کیان؟ اینا همین اطلاعاتیان؟ نه زمان فقط اطلاعاتی ها، فقط بلکه بسیجی ها هم که اونها دفتر خودشونو دارن، یعنی حوزه بسیج دانشگاه و انجمن اسلامی دانشگاه، اینا وابسته به سازمان اطلاعات سپاه هستن که اونجا خودشون یه مرکزیت برای حوزه دانشگاه ها دارن، یعنی مدیریت حوزه فرهنگ دانشگاه. خب ولی بسیج به هر حال بسیج دانشجوی توی دانشگاه است، ولی این لباس بسیج دانشجوی، ببخشید، بسیج دانشجوی جامعه اسلامی دانشجوها و بسیج استادان هم هست و دفتر نهاد رهبری هم هست. این بله. چهار تا با هم عموما وصلن به کجا؟ به حوزه سپاه. حراست بیشتر وابستگی سازمانیش به وزارت اطلاعات. خب حالا ما با لباس نظامی رو قبلا سپاهی رو میبینیم که مرتب دارن میان و میرن، پلاک سبز سپاه اینها، اینه که همیشه بود، تابلوهای دانشگاه رو آوردن پایین، خیلی از دانشگاه رو اذیت کردن، رژه میرن، فرماندهی دارن، نمیدونم. بعد جالب اینه که تو همون روزها چندین روز عصرهاش از بلندگوی مسجد دانشگاه انجازه پخش میکردند و نمیدونم شبش باید مثلا سپاهی هم باز تو همین روزاست یا از قبل دارید میبینید؟ بله بله، تو همون روزا، از همون قبل، بله از همون قبل، یعنی از مهر ماه اینها هم داشتن در یه شکلی میخواستن بگن این سنگر مال ماست و از مسجد دانشگاه سرودهای انقلابی و اینا پخش میکردن، یا مثلا این راهیان کربلا رو داشتن میآوردن وسط دانشگاه با لباسهای مثلا بسیجی و سپاهی ها، یا مثلا چیز میذاشتن یادواره اینو میدونم شهدا و اینها رو توی پارکینگ تو فضای باز با سرودهای مثلا انجازه با اون صدای بلند تو فضای آموزشی که ما سر کلاسیم مثلا، و به اون بهانه با لباسهای فرم و غیر فرم سپاهی بودن. ما اعتراض کردیم به اینکه حق ندارن با لباس نظامی بیان. یکی از چیزایی که توی اداره اطلاعات توی موقعی که بازداشت شده بودن من میگفتم شما بر چه اساسی میگین که به نیروی نظامی حق نداره؟ هنوز نرسیدیم. آره، لازمه که اون نظامی ها حضور داشتن، چه با لباس چه بی لباس، ولی به شکل سیستماتیک اداره اطلاعات در دانشگاه حضور داره. از مهمان جا گرفته. بله. سه تا. بله. و همکاری هم باش میشه، نیروهاش هم داره، و الان هم نزدیک به 2000 تا دوربین خیلی لوکس، خیلی، یعنی اینا رو اگه میخواستن مثلا برای استانداری بگیرن برای حوزه راه و شهرسازی، بعد ما 20 سال برایش میجنگیدیم که بگن آقا مثلا بودجه نیومده به استان که ما بخوایم مثلا دوربین بدیم برای راه ها. درسته. ولی الان توی فضای مثلا کامپوس دانشگاه کردستان ما فقط دفتر پایشمون، یعنی دفتری که مونیتورینگ دارن میکنن، یکی از مجهزترین مراکز کل غرب کشور، دوربینایی که توی دانشگاه گذاشتن توی فضای دانشگاه، کیلومترها اونورتر رو با درجه حساسیت و دقتی نشون میده که مثلا از فاصله یک کیلومتری یک فیلتر سیگار رو میتونه روش بخونه. اینا رو دارن خونه های مردم رو هم دارن باش میبینن، دارن خیابون های بغل رو هم باش میبینن. این 20000 تا رو میدونید، خودتون اطلاع دارید؟ این هزار از نزدیک سه ماه پیش که من اومدم خود نیروهای اداره حراست میگفتن که ما نزدیک به 1500 تا داریم، ولی همکاران من الان هستن دارن میگن که اصلا به شکل خیلی جدی و سریعی دارن پایه‌گذاری میکنن، دارن فیبر نوری میکشن، دوربین جدید دوباره نصب کردن و بیشتر و بیشتر شده. ببینید، تمام فضاهای کلاسی
تمام فضاهای سالن‌های جلسات، فضاهای عمومی، ساختمان‌ها تماماً الان متر به مترش از چند زاویه میشه نگاش کرد. با دوربینا. با دوربین. اینه که در واقع اداره اطلاعات نه تنها حضور فیزیکی داره، حضور مجازیش خیلی قویتر از فیزیکیشه. مثلا الان خونه ای که من توش زندگی میکردم از تمام اطراف دوربین نگاش میکنه. نزدیکای دانشگاه. توی دانشگاه. توی دانشگاه. توی کوی استادان بودیم. کوی استادان بالغ بر 100 تا دوربین داره نگاش میکنه. و نه حالا نه برگردیم، جالب بودین توضیحتون. برگردیم به استقرار نیروی اطلاعاتی، فرمودید دیگه اضافه هم شد، نیروی سپاهی هم داریم با لباس فرم، به البته این در سالهای قبلی هم بوده، به بهانه دفن شهید، به بهانه مراسم مذهبی و و و میان حضور پیدا میکنن. نیروی اطلاعاتی هم از اول مهر خونه کرده اونجا، حداقل 3 تا همه هم میشناسنش، میاد بعد تو تجمعات، تو تحصنات، تو فلان، این نیروی وزارت اطلاعات مستقیم میاد دانشجو دستگیر میکنه، باش درگیر میشه. یه نکته قبل از اینکه اینجا بدم اینو بگم که توی همین اسناد در پست ماه پیش حدوداً قانونی رو مصوب کردن در وزارت علوم و ابلاغ کردن که برای ایجاد رابطه بیشتر بین دانشگاه و در واقع وزارت دفاع، دانشگاه ملزمن دفاتری رو به وزارت دفاع بدن در دانشگاه کردستان، در دانشگاه کل دانشگاه. خود در واقع یعنی ما تا الان فکر میکردیم فقط اطلاعات و سپاه این هاست که اینا رسما هم وزارت دفاع باید بیاد دفتر بذاره توی دانشگاه ها و اونجا حضور داشته باشه. ببینید حضور اداره اطلاعات در موقع اعتراضات توی دانشگاه این نبود توی دانشگاه بیان بگیرن، اینها با دانشجوها میچرخیدن قشنگ، عکس میگرفتن، کامل شناسایی میکردن و منتظر بودن دانشجو پاشو از در دانشگاه بذاره بیرون. به محض اینکه بیرون میرفت بازداشت میکردن، یعنی ماشین هاشون با ماشین شخصی بود دیگه، با لباس شخصی ها بیرون از دانشگاه همه وایساده بودن، بازداشت میکرد. بازداشت میکرد. البته اینو بگم که دانشجوها رو میبردن توی حراست، اینو من از دانشجوهای عیناً شنیدم و دیدم روایت کردن، با ناخنگیر ناخناشون گرفتن و عذاب دادن، با انبردست بدنشون گرفتن، سرشون رو کوبیدن به دیوار. جناب نیروهای اطلاعاتی، نیروهای اطلاعاتی و نیروهای حراست ناخونگیر، ناخونگیر انبردست، با سیلی زدن، با ارشدتون سرشون به دیوار کوبیدن، اینها فشار آوردن به دانشجوها، ازشون تعهد گرفتن، کارت هاشون رو گرفتن. مثلا دانشجویی که روسریش رو در آورده اون روز، بردن اونجا، زنگ زدن به خانواده هاشون، زدن زیر گوشش، گریوندن، کلی اذیت کردن، ساعت ها اونجا نگه داشتن و ارشدتون که شکنجه کردن رسما توی دانشگاه. توی دانشگاه. بعدش هم اتفاقی نمیفته. یعنی نه هیچ اتفاقی هم نمیفته. بعد موقعی که مثلا کسی مثل ما میام حرف میزنیم اعتراض میکنیم، میگن که اینا وابستگی خارجی دارن، اینا دو تبعیتی هم، اینا میخوان مملکت رو به هم بریزن. خب شما چیزی نذاشتید که، همه رو پادگان کردید که اصلا. بعدش شما بیاد چیزایی که ما گفتیم اون بهشون میگفتن، گفتم آقا اونجایی که ما گفتیم رون در بین بچه ها، خب دو دیگه که بودن بلندی دستن بکنم، معذرت میخوام. سوم آذر شد، شما از برای این که کسایی هم که میبینن فراموش نکنن روند روایت رو، سوم آذر شد، شما بعد از یه اعتصاباتی که و البته کنش های شورای صنفی اساتید که برای حمایت از دانشجویان هم هست، اول دوتا استاد رو میگیرن، بعد شما دعوت میشید به دفتر یک معاونت در استانداری، صحبت خیلی در واقع ملایمی هم هست، یه سری توصیه ها فقط میکنن، تشریف میبرید خونه با ماشین، فرمودید در میدان آزادی کردستان، چیز سنندج، میگن که کار خاصیتون نداریم، این مقامات اطلاعاتی رو میشناسید، بیایید با ما. خب بله دقیقا بفرمایید، بازداشت شما چه اتفاقی میفته؟ خب من واقعا بازداشت شدم، هرش از روتون که یک لحظه ای
شب بود دیگه، یعنی در واقع ساعت 1:30 شب بود، من رو بردن اونجا با چشم بسته و رسیدیم به در واقع ساختمان مرکزی روبروی ستاد خبری که در مرکز شهر هست. البته اینا کلی منو پیچ و پیچ بردن که من نفهمم کجا هم، ولی خب میدونستیم کجا. با چشم بسته گفتید؟ بله با چشم بسته. و اونجا هم که رفتیم من رو تحویل دادن و خودشون رفتن، اون کسایی که بازداشت کرده بودن. چند نفر اونجا بودن که وسایل ساعت و لباس منو در آوردن و در واقع لباس زندانی دادن و پلاک آوردن انداختن بر گردن ما، عکس گرفتن و ارشد درودتون که یه جفت دمپایی و چشم بند دیگه دادن و گفتن آقا بفرمایید بریم سلول. من کجا گفتم که روبروی ستاد خبری چی میشه؟ تابلوی چیزی؟ همون خود اداره اطلاعاته، دو بخشه، یه خیابون از وسطش رد میشه، این ستاد خبری، این ساختمان اصلی اطلاعات هست و زندانهاش و اینها که زیر زمین هست. بله متوجه. ما رو بردن اونجا که من گفتم خب پس قرار نشد که من بازداشت بشم. گفت من نمیدونم، و حال شما میشد مهمون ما، این فردا میان صحبت میکنه. خب ما رو دادن به سلول، من که رفتم سلول با چشم بسته و اینها، یه پتوی از زیر راپله ای افتاده بود دادن به من و رفتیم سلول. سلولم یه اتاق مثلا 9 متری در نظر بگیرین، یه موکت پارپوره داغون و نور خیلی شدید و بفرمایید برو داخل. ما هم رفتیم داخل، دیدیم یکی دو نفر دیگه هم اونجا، یکیشون بیچاره اعدامی بود و خب یکی دو هفته پیش خدا بیامرزه اعدامش کردن و یه بنده خدای دیگه هم برای همین جریان اعتراضات بازداشت شده بود که همون روز بعدش ایشون رو بردن. و ارشد روزتون که اون مدت، یعنی روز بعدش ساعت 8:09 اومدن دنبال من و با چشم بسته و روی صندلی چوبی نزدیک 9 ساعت 10 ساعت بازجویی کردن در مورد همین مسائل که خب آقای فلانی بگین که شما با این اختشاشات میخواین به کجا برسین و چرا شروع کردین و شما دانشجوها رو تحریک کردین و شما فلان کردین و این بیانیه ها رو چرا دادین، چرا از واژه قتل استفاده کردین، چرا، یعنی بیانیه هایی که نوشته شده بود در کشور و بیانیه هایی که ما نوشته بودیم و همه میآوردن نقطه به نقطه میخوند که اینجا منظورتون چیه، اونجا منظورتون چیه، اینجا چرا اینو گفتی. و خب 2 روز یا 3 روز رسما همین بحث بود، در واقع درگیری های این حوزه بود که به قول خودشون من رو دلیل اصلی اغتشاشات دانشگاه می نمیدن. و خب در واقع روز سوم قاضی اومد و تفهیم اتهام کرد، در صورتی که من 2 روز دارم اونجا سیمجیم میشم، دارم مینویسم، نزدیک به 60-70 صفحه نوشتم، فقط میگفتم بنویسی و اصلا انگشت بذاری اینها، بعد این چشمندم روی چشم بعد از زیرش بنویسی 8 ساعت 9 ساعت، بعد مثلا تو فضایی که خشونت کلامی هست بعضی وقتا 1 نفر، بعضی وقتا 2 نفر، بعضی وقتا 4 نفر میومدن. و خب روز آخر بازجویی که من نمیدونستم اون روز تصمیم گرفتن که منو از بازداشت بیارن بیرون، یه تیمی رو آورده بودن، من فکر میکنم سپاهی بودن اینها و از اداره اطلاعات نبودن، خیلی بی تربیت بودن، من رو هل دادن، لگت می زدن، صندلی رو فوش می دادن. و ارشد حضورتون که تو این چند روز هم چند باری من رو مثلا مجبور کردن که پای دوربین برم و به قول خودشون برای بزرگانشون حرف بزنم که منظورمون چی بود و اینها. بعد روز بعد می گفتن که نه، این حرفایی که داری به درد خودت خورده، اینها چیزایی نبوده که ما می خواهیم، تو الان باید بیای محکوم بکنی کسایی که به روحانیت حرف زدن، کسایی که به سردار سلیمانی بد گفتن و به ولایت فقیه بد گفتن، نمیدونم چیشون بهش میگفتن، این چیز رو عروسکی درست کرده بودن و سوزونده بودن، به تمثال مبارکش توهین کردن، بیا اینها رو به قول معروف سرزنش بکنی. و شهر سنندج هم چه اتفاق افتاد؟ برای شروع توی دانشگاه کردستان اتفاق افتاده بوده، من ندیدم البته اون موقع، چون من نبودم اون موقع. و هر شد دورتون که اینها رو آورده بودن و میگفتن که تو باید بیای اقرار بکنی که اینا رو تو انجام دادی، و من گفتم محال، من کارو نکرد. و میگفتن که خب حالا چون تو تابعیتی مو ترک کرده بودن، آلمان هم جریانش خیلی جدی شده بود و من هم 12 روز 11 روز که اونجا نه وکیل دیدم، نمیدونم بیرون چه خبره، نه میدونم که واقعا برنامه‌شون چی هست،
راستش بخواید آشفته هم شده بودم چه از اینکه پرونده‌ای میخواستم براتون بسازم؟ یعنی جلو که میره دیگه بازجویی به چه سمتی میره؟ اصلا از دیگه به سمت دیگه آینده رفت، اینکه مثلا اومده بودن ویدیوهای قبلی که من با تلویزیونهایی رو بیرون صحبت کرده بودم، یا مثلا کنفرانسی رو رفته بودم مطالعات ایرانی در استانبول یا جای دیگه، میگفتن اینها جاسوسی بوده، تو رفتی دوره دیدی، اصلا اینا مثلا پاس آلمانی تو همینجوری که بهت ندادن، اینها مثلا بابت خوشخدمتی بوده و این حرفا. و عملا اون بلاهایی که سر افراد دو طبیعتی در تهران اومد رو کامل پروندهش برای من درست دو کردن و طبیعتی اومدن است. یه پرونده هم برام خوندن، گفتن اینو ما میخوایم علیه تو منتشر بکنیم و دیگه خدا رحمتت کنه تو هم چی بود؟ میری. این که من آموزش دیده سیا و ارشاد اسرائیل هستم، این که ما با دولت‌های متخاصم کار کردم، این که در خدمت نیروی امنیتی و دستگاه امنیتی آلمان بودم، برای آلمان کار میکردم. بعد یه چیزی که در آلمان خیلی بابه، یه چیزی هست به اسم DAAD، به اسم داد، در واقع این یه بورس تحصیلی برای جهان سومه. آره همه جا گرفتن، مثلا دوستای قبلی ما همه گرفته بودن، جاهای دیگه هستن، ایران هم هستن. اومدن اینو گفتن که میشناسی؟ گفتم بله من میشناسم. من کجا میشناسی؟ خب من همه دنیا مثلا BMW رو میشناسن، منم میشناسم دیگه، آکادمیسیانم، مگه میشه؟ نه شما با داد کار کردین. داد یه سازمان جاسوسی در ایران، ما جمعش کردیم، ما توی نهادهای جاسوسی آلمان جاسوس داریم، ما میدونیم که تو کجاها رفتی. منم گفتم خب یه جایی رفتم، یه سند بیارید، یه مثلا چیزی بگید که قابل باور باشه، خب معلومه دارید دروغ میگید. ولی خب به هر حال اونها میگفتن که ما به اندازه کافی اطلاعات و به اندازه کافی مدرک داریم که لااقل پاپوش درست کنیم و تو رو بسپاریم که بری برای خودت و این بلا رو سرت میاریم. و این که دیدم نه رئیس دانشگاه سراغ گرفته، نه وکیل من، نه کسی گذاشتن و نه اتفاقی افتاد، همه عملا انفرادی بود؟ جانم؟ همه این 12 روز انفرادی بود؟ بله بله همش تو سلول بود. بله. بله و هرچه تو فضا خیلی سنگین بود دیگه، من گفتم باشه من حاضرم که به قول معروف اون سرزنشی که میخواد رو بکنم. و ویدیو رو خواستن که من بگم که توهین به شهدا بده، حجاب مثلا سنت، این مال خداست و مال اسلامه، و من در حد این که به قول معروف عبور بکنم از اون حوزه این ویدیو رو براشون صحبت کردم. و همون روز یعنی از ساعت 7 صبح تا ساعت 2 بعد از ظهر طول کشید، ویدیو میخواستن که صحبت تمام کردیم، این درگیری پیش اومد قبلش. بازارها برای این ویدیو بود. آره دقیقا، خب که تو باید بیا اینا رو بگی. اول میخواستن که من اقرار بکنم، من با اقرار نمی کنم، ولی گفتم حالا که این کار نمی کنی لاغل بیا محکوم کن. اقرار به چی؟ اقرار به این که من لیدرم، اقرار این که من با کشورهای بیگانه کار کردم، یعنی من اقرار به جاسوسی کنید. آره بنویسم پای دوربین هم اعلام بکنم. درست. آها. و این که خب من چون روز پنجشنبهش که تحصن داشتیم توی اشهدتون دانشگاه گفته بودم که من اگه بگیرن منو، اولا سالمم، هیچ بیماری زمینی هم ندارم، ولی هرچی بگن رو میگم، براشون مشکلی نیست، ولی شما باور نکنید چون من نمیخوام اونجا که میرم دعوا و درگیری باشه. اشهدتون که اونجا گفتم باشه، حالا میخواید این چیزی که محکومیت من محکوم میکنم، چون میدونستم بیرون چه خبر. و همون روز دیگه منو دادن به دادستانی و تعهدی از یعنی به کفالت رئیس دانشگاه و عملا منو آوردن بیرون و ادامه این ماجرا. شما الان تازه فرصت کردید دیگه، فکر میکنم میشه اواخر آذر یا نیمه آذر سال 1401 که اومدید بیرون، تشریف آوردید بیرون از بازداشتگاه و میخواید این درخواست رو بدید. بله اشتباه که من بعد از 11 روز فکر میکنم روز 12-13 باید باشه آذر، اومدم بیرون و با قرار کفالتی که رئیس دانشگاه گذاشته بود اومدم بیرون. البته خب یه سناریو بود باز اون هم که من رو در دانشگاه ساکت نگه دارن، چون رئیس جدید با هم یک اختلاف نظری داشتیم، البته
کم نبود، یکم جدی بود. ایشون همزمان که رئیس دانشگاه شده بودن معاون اقتصادی استانداری بودند و رئیس ارشدتون که پارک علم و فناوری استان کردستان هم همزمان بودند. بعد همزمان هنوز عضو شورای صنفی استادان به عنوان علل بدل اومده بودن توی شورای صنفی ما، و موقعی که ما داشتیم بیانیه میدادیم علیه حاکمیت که داشت بچه ها رو میزد، ایشون مانع میشدن که نباید این کار رو کرد و من چون امضا نکردم حق ندارین، و به حال ما مجبور شدیم ایشون رو از شورای صنفی اخراج بکنیم چون مدت ها بودم تشریف نیاورده بودم. و این اخراج عملا یه زخمی بود که ایشون با خودش داشتن. وقتی هم که دانشگاه اومدن رئیس شدن، همون روز اول یه کانتکتی پیش اومد که خب اومدن توی جلسه و حرفهایی زدن که همه اساتیدی که توی جلسه بودن سالن رو ترک کردن و ایشون در واقع یک تنبیه اساسی شد همون روز اول، و بعدش دیگه این مشکلات همراهش بود. اما اینکه من اومدم بیرون، فضا حدودا به دلیل اینکه یه اختناق ایجاد شده بود و رئیس هم اجازه داده بود که نیروها بیان داخل و برخورد بکنن، بخش متنوعی از دانشجو رو گرفته بودن و به هر حال همکارانمون همش در دادگاه و دادسرا اینا بودن که دانشجوها رو بتونیم بیاریم بیرون با وثیقه ای، تعهدی، کفالتی به هر شکل. دیگه حدودا وضعیت به یه شکلی از سکوت رسیده بود. و بعد دیگه توی این اسنا منم پروندم رو زنگ زدن که آقا از پرونده ای که قبلا در سامانه بارگذاری کردید رو باید بیاید کاغذی هم بیارید. من کاغذی هم آماده کردم بهشون دادم، بعد دادن داوری. داوری از خارج از دانشگاه باید میومد، داده بودن، خودشون کار رو انجام داده بودن. و خب به من گفتن که، یعنی اون رئیس کمیته‌ای که باید این کار رو تمام بکنه، من گفت آقا کار پرونده تمام، ما دیگه دادیم هیئت جذب و هیئت جذب پیگیری بکنید دیگه خود. هیئت جذب من پیگیری کردم، گفتن آقا چشم، کار تمام شده و ما همه نمرات رو گرفتیم، امتیاز ها، و دیگه میذاریمش برای اینکه تو جلسه بعدی تایید نهایی رو بگیریم. ولی جلسه بعدی اکثر دوستان رو انجام دادن، مال ما بود. و من هی پیگیری کردم، گفتن آقا مشکل نیست، یکم دیگه صبر کن. دی شد، بهمن شد. ولی شما اونطوری، معذرت میخوام، شما اونطوری که در همین شهریور امسال توییت کردین، تا امسال، یعنی تا این دی و بهمن که دارید میفرمایید، اجازه حضور در کلاس و بعد از بازداشت دیگه بهتون نمیدن؟ نه نه نه، من موقعی که برگشتم دانشگاه هنوز مشکل در واقع پرونده ای که برای من درست کرده بودن دادسرا بود. و نامه ای که داده بودن به دانشگاه، نامه ای که در اطلاعات داده به دانشگاه، و ما وسط ترم بودیم، در نتیجه من هنوز سر کلاس هم میرفتم و حقوقم دریافت میکردم در اون ماهای قبل از سال. موضوع برمیگرده به بعد از سال، یعنی من بعد از فروردین که برگشتم، حراست به من زنگ زد و گفت که این نامه ای مکتوب اومده که من نمیتونم بهتون بدم، ولی میتونی بیای ببینی از اداره کل اطلاعات، و نامه رد صلاحیت شماست و شما بهتره این که بیاید زودتر یک نامه بنویسی و توضیحاتی بدی و اعتراضی به این وضعیت بکنی تا ما بتونیم پیگیری بکنیم. من هم میدونستم خب جریان چیه، به هر حال گزارش ها از خود اداره حراست رفته و یعنی بیا نامه بنویس، یعنی بیا بگو عذرخواهی میکنم تا ما مثلا یه تخفیف بدیم. من نامه تماس از وزارت اطلاعات گرفته شده که در واقع صلاحیت عمومی شما رد شده، شما بیا نامه بنویس به ما که مثلا من توبه میکنم. وزارت اطلاعات نامه داده، اومده دانشگاه، اومده حراست، محرمانه است. دانشگاه باید به من ابلاغ بکنه، ولی نامه محرمانه رو به من که نمیدن. نمیدن، فقط میگم بیا ببین. بله، مثل همون حکم دادگاه. حکم دادگاه هم در حوزه امنیتی میگن بیا از روش بنویس، ولی بهتون نمیدن. خب من گفتم که به شما که اعتراضی ندارم، بعد من تقاضایی به شما که ندادم، من از جذب دانشگاه تقاضای تبدیل وضعیت کردم، از جذب دانشگاه تقاضا میکنم که جوابم رو بده. و نامه نوشتم به جذب دانشگاه، گفتم که محل معتبری که
در این حوزه بتونه تصمیم گیری بکنه یا نظر بده، شما این و من اجازه نمیدم کسی دیگه دخالت بکنه یا به من زنگ بزنه یا مکاتبه بکنه یا بگه بیا چیزی بنویس یا ننویس. اگر ردم یه نامه بدیم بگیم آقا رد شدید، اگر هم قبول کار من رو انجام بدید که پرونده من نخواد، ولی هیچ جوابی ندادن. من حضوری رفتم پیش رئیس جذب، همین رو بهشون گفتم، گفتم که حراست به من زنگ زده ولی من بابت این موضوع خوشحال نیستم و نمیخوام کسی دخالت بکنه، در واقع اجازه نمیدم که با من تماس بگیرن، به اونها اصلا ربطی نداره، کار اداری من حوزه جذبه و ربطی به حراست نداره. خب کار رو در واقع به واسطه ای پیچوندن، نامه رو نگه داشتن از یه طرف، از یه طرف دفتر نهاد رهبری رو بهونه کردن که امتیازی که باید بدن به من برای تبدیل وضعیت رو ایشون نده و نگه دارن پرونده رو، یعنی در واقع ناقص کردن پرونده رو. آها. بله، و این شکل به هر حال ادامه پیدا کرد تا اینکه یه ماهی گذشت و من دیدم که حکم نیومد، حکم سال نو از 402، و دیگه اردیبهشت اومد روش، خرداد پس امتحانات، تیر و مرداد و شهریور که دیگه من نامه نوشتم که پابلیک و از رئیس دانشگاه خواستم که برای تعیین تکلیفشون رو هر جوری هست میخوان بلی خیر بکنه، و ایشون به جای اینکه بیان بگن که بله بیا این حکمت و این قراردادت بیا سر کلاس، اومدن توی وبسایت دانشگاه یک بیانیه صادر کردن که نه تنها آقای چمنه را بلکه هیچ کسی دیگه هیچ مشکلی نداره، دانشگاه با هیچ کی مشکلی نداره. حالا جالب اینجاست که نه فقط من، که نزدیک به 80-90 نفر دیگه از اعضای از علمی یا برای تبدیل وضعیت یا برای وضعیت مدیر گروهیشون که سمت ها هستن عموما مشکل دارن، یعنی مثلا مدیر گروه ولی حکم نداره یا مثلا رسمی آزمایشی میخواد رسمی قطعی بشه پروندهش رو از تهران برگردوندن که آقا اینا برید تعهد ازشون بگیرید. 80-90 نفر. بله، ولی الان 15 نفر هستن شرایطشون شبیه به شرایط من، همچنان معلق. بله کاملا معلق. کلاس هم ندارن، قرار دادم ندارن. کلاس دارن، یعنی کلاس براشون گذاشتن مثل بیگاری دیگه، یعنی کلاس هست ولی هیچ قراردادی نداری، مثلا برم سر کلاسی بچه بیاد اونجا یه اتفاقی براش بیفته باید پاسخگو هم باشی. درست. قراردادی هم نداری ولی مسئولیتاش شامل حالتون میشه. بعدش اینا اومدن به من گفتن، یعنی در واقع سال آکادمیک این شکلیه که از مثلا موقع شما کار میکنید توی یه سالی تا پایان ترم حقوقتون میمونه، یعنی مثلا من تا پایان شهریور حقوقم بهم تعلق میگرفت چون در طول سال کار کرده بودم، و اینا اومدن گفتن که ایشون حق حقوقشون مرتب داره میگیره در صورتی که علل حساب به من داده بودن بعد از سال، یعنی حقوقی به من به اون معنا ندادن و مثلا شاید دو سوم حقوق خودم رو به عنوان علل حساب داده بودن که بعدا ما بقیش رو تحصیل بکنن و هنوز همش خبری ازشون نیست. و شاید روتون که حالا هفته اخیر هم پیام دادن که آقای فلانی با توجه به اینکه خارج از کشور هستی، حالا فقط من نیستم، جالب اینجاست که اصلا موج مهاجرتی که از بعد از جنبش ژینا در ایران شکل گرفته در میان استادان و دانشجویان نخبه های کشور و اهالی قلم اصلا قابل باور نیست. در دانشگاه خودمون که نزدیک 400 نفر رو هیئت علمی داریم، تعداد خیلی زیادی از استادانمون، رو دقیقش رو من نمیتونم دقیق بگم، ولی بیشتر از 60 نفر 70 نفر از استادامون یا مرخصی بدون حقوق گرفتن رفتن، اونایی که قطعی بودن، یا از این 80 نفر 60-70 نفر خارج شدن از این، از 400 نفر نزدیک به یک پنجم عملا رفتن، یعنی از هر گروهی الان تعدادی از استادامون رفتن. مثلا عرض میکنم از گروه الکترونیک ما برخورد الکترونیک چند نفری رفتن، از گروه عمران و معماریمون رفتن، از گروه زبان انگلیسی از حدود 10-12 نفر 5-6 نفرشون رفتن، یعنی گروه ها عملا دارن تخلیه میشن. بله. و حالا هر کی دیگه بیه اینا هم مسئله شون همینه یا نه مسئله جدا دارن، یعنی مسئله تبدیل وضعیت بازم دارن؟ خیلیاشون دارن. آها. ولی دیگه میگن خب مثلا فرض میکنیم منی که اونجا بنان استاد اسیستنت پروفسور یا استاد یار اونجا کار کردم، حقوقم میشه برابر با نزدیک به 400 یورو یا مثلا 430-40
دلار در ماه با تمام زحماتش و مسئولیتش. خب کسی که میاد بیرون، یعنی یا خودش رو مثلا با یک استاد دانشگاه در غزه قیاس میکنه، یه استاد دانشگاه در غزه من همین 2 هفته پیش اینجا دیدم، تو یک سمیناری با هم ملاقات داشتیم، ایشون نزدیک به 4000 دلار پول میگیره. استاد دانشگاه های افغانستان، استاد دانشگاه های کرد، حکومت اقلیم کردستان، اینا همشون بیش از 10 برابر ما استادای دانشگاه در ایران بله حقوق میگیرن. حالا ترکیه با مابقیشون به جای خودش، با این وصف همه میدونن که موندنشون اونجا یعنی در واقع نگه داشتن وضعیت خودشون از منظر اقتصادی، آکادمیک و آزادی در چیزی نزدیک به صفر، در اصل چیزی برای از دست دادن ندارن. ندارم. به اسم فرصت مطالعاتی، به اسم مرخصی بدون حقوق، به اسم مرخصی یا غیبت های کوتاه مدت میدارن میرن. خیلی از استادای ایران به سمت کانادا و اروپا در واقع در حال مهاجرت هستن و رفتن، اونام در حال باز کردن از قضا الان. و درست. خب باز تأسف باید گفت عرصه رو هر روز دارن تنگتر و تنگتر میکنن. الان اونایی که موندن رو ملزم کردن که تعهد بدن به، یعنی در واقع دفتر نهاد رهبری همه رو یکی یکی دعوت کرده، باهاشون صحبت کردن تک به تک که چرا بیانیه امضا کردید، چرا از خواهی میکنم، چرا در تحصان ها شرکت کردید، چرا در اختشاش ها شرکت کردید به خود خودشون، و تعهد بدید که این کار دوباره اتفاق نمیفته، تعهد بدید سکوت کنید، تعهد بدید، و ترسوندن به شدت. بله بله و متاسفانه از این برم سیل خیلی خودی هاشون رو دارن به حال روانه دانشگاه ها میکنن که جانشین بشن. میبینیم به هر دانشگاه تهران رو مداح رو میارن استاد دانشگاه میکنن. به همون شکل هم در حوزه دانشگاه اتفاق افتاده، هم در حوزه وکلا. مثلا بله امسال به نظرم یکی از بدترین سالهای جذب وکلا برای کشور بوده، چون در رو کامل باز کردن که بتونن افرادی که میخوان رو حذف بکنن و افرادی که عادیان دنبال یه نون نوایی هستن بیان جاشونو بگیرن. بله متاسفانه شد. آقای دکتر معذرت میخوام، ببخشید این کلمتون. اتفاقا در زمینه همین اساتید دانشگاه که دارید میفرمایید، یه آمار حدودی گفتید، فکر کنم 1/5شون مجبور به مهاجرت شدن به خاطر همچین وضعیتی. اطلاع دارید که چه تعدادی حداقل از بین کسانی که میشناسید، حالا تو گروهتون، تو دانشکدهتون، یا حتی اونورتر، اصولا اخراج شدن مثل شما و احیانا خبرش بیرون نیامد؟ مثل من دانشگاه کردستان نداریم، آها، ولی در شرف اخراج داریم. چه تعداد؟ همون 14-15 نفر عملا دانشگاه الان جوابشون نده دیگه، مثل من براشون یعنی توی نوبت تبدیل نوبت وضعیت اخراج. هم، یعنی نه نامه اطلاعات اومده، نه در واقع تکلیفی تعیین شده، یه چیز بله هنوز تعلیق هستن، یعنی اینکه حکم ندارن تعلیقه. و قولی هم برای اینکه، یعنی قول زبانی بهشون میدن که بله ما پیگیر هستیم، داریم کارمون انجام میدیم، ولی واقعیت اینه که از رئیس حوزه ریاست وزارت علوم که آقای دکتر سلیمانی هست خبر موثق داریم که اینها رو در واقع خواستن که از همه تعهد بگیرن، برخورد بشه و بعد با به شکل مشروط اینا رو نگه دارن. و یعنی خود وزارت بیان تعهد بدن یا نه سلیمانی دستور میده به دانشگاه؟ به دانشگاه ها که بله اینا رو خب دیدیم که چیز رهبری هم اومد گفت که استادایی که همسو نیستن نباید در دانشگاه باشه. این دستاتی بود خب میدیدیم که سالهای قبل میگفت که استادایی که نظر خودشون رو دارن مخالف هم هستن، اینا به هر حال حق دارن، ولی الان رسیده به جایی که به شکل کاملا آشکارا دارن میگن که عدم همسویی یعنی چالش برای نظام و ما این رو نمیخوایم بذاریم. نمیخوایم. بله بله بله. عرضم به حضورتون تو اون روندی که قبلا هم منتشر کردید و صحبتش هم شد، پس دیگه
اون در واقع نامه محرمانه اطلاعات میاد، از شما خواسته میشه که به ما نامه بدید که دیگه حالا خلاصه اون کاری که قبلا کردم رو نمی کنم و حالا شاید اشتباه کردم و اینها، و شما هم طبعا چنین کاری نمی کنید و قضیه بسته میشه. میخوام ببینم که این وسط آیا بازجویی از طرف خود نهاد دانشگاه، رئیس دانشگاه، رئیس جدید، حراست بیرون از دانشگاه، اطلاعات اتفاقی میفته این وسط؟ بله، در همین اثنایی که نامه ها داره میاد، حالا موضوع من یک کمی متفاوت تره ولی برای بقیه همکارانم هم این شکلی بوده که نامه دادن، بهشون نشون دادن که برای شما جواب استعدامتون منفی هست، بیاید نامه بنویسید، عذرخواهی بکنید، بیاید توضیح بدید. اگر مقاومت کرده باشن، اینا رو مثلا نمایندگی دادن به یک کمیته ای که رئیسش به نظر میاد که نماینده رهبری در دانشگاه باشه، در دانشگاه کردستان، و ایشون افراد رو دعوت میکنه، به حال در جمع های دو سه نفری باشون صحبت میکنن و ازشون میخوان که مواضع تغییر یافتهشون رو بگن، و اگر این کارو نکنن، یعنی هنوز بگن که نه ما فکر میکنیم کارمون درست بوده و پشت مردم وایسادیم، بیانیه رو امضا کردیم، الان هم امضا میکنیم، کما اینکه این 4 تا 15 نفری که میگم عموما همینا رو گفتن، هفته بعد حراست زنگ زده که ستاد خبری شما رو میخواد بیاد اونجا و اینها رفتن اداره اطلاعات. مثلا اداره اطلاعات من خبر دارم از چند نفر از همکاران که خواسته بودن اونجا دوباره بازجویی کردن 4 ساعت 5 ساعت در ستاد خبری اداره اطلاعات و باز هنوز در واقع چون اصرار کردن برای اینکه ما کار اشتباهی نکردیم، برنامه هاشون همون جوری مونده. حالا چیزی که اینجا جالبه جناب خلیصه اینه که در مورد خود من دست کم قوه قضاییه نامه مکتوب داده به دانشگاه، رسما اعلام کرده که پرونده شماره فلان آقای فلانی بسته شده، بسته شده و مورد تبرئه قرار گرفته و ادامه کار ایشان به عنوان مدرس دانشگاه، یعنی برای تدریس و اینها، یعنی پرونده بازداشتتون بسته است اصولا، تموم شد پرونده عجب. من الان بسته شده ولی نامه اداره اطلاعات که در واقع ضابط همون دستگاه قضاییه، اون مستقیم اومده دانشگاه، نامه قوه قضاییه که رئیس اونها هستن اومده دانشگاه. جالب اینجاست که دانشگاه نامه وزارت اطلاعات رو از قرار میده و نامه قوه قضاییه رو اصلا توجهی نمی‌کنه، چون من جفتشون دادم بهشون و گفتم که این از قاضی، اینم از ضابط خودتون. بله، من از منظر قانونی منعی برای تدریس ندارم و میخوام بر اساس این آزادی که هست و این تبرئه‌ای که من شدم، هم حقوقم رو بهم برگردونین و هم قراردادم رو بهم بدین، که باز هنوز هیچ جوابی ندادن و خب طبیعتاً من هم دیگه در ایران نموندم. بسیار خیلی ممنونم و خیلی متاسفم بابت اتفاقی که براتون افتاد. به خصوص بعد از قضیه بازداشتتون از آذر پارسال تا تقریبا یک سال بعد، یعنی شهریور و مهر امسال، برای من یه سوالی که پررنگ میشه در پایان برنامه این که آقای دکتر چمنارای عزیز چند سالی، اینطور که متوجه شدم بیش از یک دهه در آلمان بودن، مؤسسه پژوهشی خاص خودشون رو دارن که یعنی جایگاه علمی پژوهشی و شغلی خودشون رو دارن که دارن کار میکنن، بعدن خب بر اساس علاقه، احساس وظیفه یا هر چیز دیگه تشریف میبرید اونجا، تجربه هم میکنید، شرایط بسیار سختی هم هست از نظر امنیتی، ولی میخوام اینو ازتون بپرسم، بعد از بازداشت که تازه همراه میشه با اینکه دیگه دانشگاه شما رو هم راه نمیده، آقای دکتر چمنارا انگیزشون برای موندن در ایران چیه؟ ببینید، برای موندن رو مطمئن نیستم، ولی برای کار کردن روی ایران و برای اینکه اونجا یک اتفاق
درستی بیفته انگیزم خیلی بیشتر از قبله. من از قضا همینجا هم خب فرصت های شغلی هست، چه تو حوزه خودم و چه حوزه های سیاسی، و دوستان میپرسن چرا اینا رو انتخاب نمی کنی، چرا اینجا رو نمیری، و من میگم که اینجا در آلمان به خصوص هر چیزی حدودا سر جای خودشه و دارن کار خودشون رو میکنن. جایی که هیچی سر جای خودش نیست و من از اونجا میام، اونجا بیشتر احساس نیاز میکنم. در نتیجه چه داخل ایران باشم چه خارج ایران باشم، به عنوان یک وظیفه نگاه میکنم، یه باریه که افتاده و اگر ما تو این دوره خودمون و تو نسل خودمون نتونیم این بارو برداریم، باید نسل بعدی برداره و باید ما رو هم برداره. و من فکر میکنم هرچی از این وضعیت کنونی ما بیشتر فاصله میگیریم به سمت آینده داریم میریم، بار بعدی ها سنگینتر و سختتر میشه. در نتیجه من تمام سعیم این بود که بمونم و یک کاری بکنم در حد خودم، اما حالا که اونجا نموندم بیرون، حتما تمام تلاشم رو خواهم کرد که یک کاری بکنم و کمک بکنم به بهبود وضعیتی که اونجا هست، چون آب و خاک منه، پدر و مادر من اونجا، خانواده من اونجا، دوستای نازنین من اونجا، فکر و اندیشه و خیال من همه اونجاست و من نمیتونم همه اینها رو ببرم و مثلا با یه دهه زندگی توی آلمان یا دو دهه هم خودم رو کاملا از اون فضا ببرم و بهش توجه نکنم. اینه که نه، من فکر میکنم بعد این همه دردی که کشیدم، بعد این همه خونی که ریخته شد و دیدیم، بعد این همه ظلمی که شد، به همه شد و به تاریخ مملکت ما شد، به هویتمون شد، به زبان و فرهنگمون شد، به نوعی اخلاقا خودم رو هم ملزم میدونم، هم شرم میکنم از اینکه دخترم اگر بعدا بپرسه برای این وضعیتی که اتفاق افتاد چیکار کردی و جوابی نداشته باشم، همیشه شرمنده خواهم بود. در نتیجه لااقل به قدر وسع خودم میجنگم. زنده باشید. و به عنوان سوال آخر، خیلی هم ممنونم ازتون که دعوت من رو پذیرفتید، خیلی هم وقت گذاشتید. عرضم به حضور شما به عنوان سوال آخر بپرسم که الان در آلمان که دوباره تشریف بردید مشغول انجام چه کاری هستید؟ من الان یه پروژه دارم به آکادمی علوم اتریش، یک کتاب تو حوزه کردی خودمون دارم تمام میکنم با یکی از همکارم، و همزمان روی چند تا کار علمی که چاپ میشن، کتاب و مقالن کار میکنم. انستیتوی مطالعات کردی خودم رو دوباره، یعنی مطالعات کردی رو که مسئولیت دارم از نو یک خون تازه میدم، اینجا بیشتر وقت بذارم کار کنم، و همزمان هم روی پروژه‌ای دارم کار میکنم که به امید خدا از طریق آکادمی علوم آلمان شروع بکنم به انجامش تو حوزه تخصصی خودم که همون ادبیات حماسی هست، و به هر تو آکادمیا بتونم خودم رو نگه دارم. بسیار بسیار ممنونم. خواهش می‌کنم.